سلام دوستان، امیر مدنی‌فر هستم. خیلی خوش آمدید به بخش 11 پاسخ‌دهی به سوالات انجام نمیداورس تحت عنوان پروژه متارن. سلام امیر مدنی. سلام آقای مدنی‌فر. خوب شما. سلامت باشید. حسین قدیری هستم. در این بخش پاسخ میدیم به یک سوال خیلی مهم که در انجمن همی یا انجمن متاورس ایران مطرح شده و سوال خیلی طولانی نیست. در مباحث قبلی بهش اشاره کردیم. بریم که پاسخ بدیم. بله. همونطور که فرمودید این سوال خیلی مهمیه. بله. در مورد چون شما زمانی که میخواد وارد متاورس رنگ بشید دیگه حداقل باید یه زمین تهیه کنید تا کسب و کارتون رو رونق بدید. بله. استارت کار رو داشته باشید، یه بیسی داشته باشید. پرسیدن که توضیح دهید روش خرید زمین در متاورس رنگ به چه صورت است و برای خرید یک زمین با قیمت مناسب از کجا میباید اقدام کنم؟ عرضم به حضور شما، خب وارد متاورس رنگ میشید. متاورس رنگ خب زمین های متعددی رو برای عرضه گذاشته. یک سری زمین ها با کاربری مسکونی هست که مسلماً یک سری خدمات خیلی ویژه داره، چرا که رو ساختمون های مسکونی بعد اینکه یه سطح 3 میرسید میتونید اتحاد تشکیل بدید. اتحاد یه جور مثل شرکت میمونه که حالا یه خدماتی داخلش داره و سلسله تشکیل بدید. این میشه مباحث حالا ملکای مسکونی که به صورت خدماتیه و یه سری بست روش قرار میگیره، یه سری به صورت پورسانتی میره جلو. و خب یه سری زمین ها هستن که کاربری تجاری دارن برای تأسیس فروشگاه، دفاتر، حالا ادارات، یه سری مراکزی که شما میتونید به صورت مستقیم محصول عرضه بکنید و یه جوری دستکپوز دارن، یه جوری کیف پول دارن و حالا خدمات میتونید داخلش دارن. یک سری زمین هم که زمین های آموزشیه که خب زمین های آموزشی مسلم از اسمش معلومه، زمین هایی که شما داخلش میتونید حالا مرکز آموزشیتون رو تأسیس کنید. مرکز آموزشی میتونه حالا مهدها، مدارس، دانشکده ها، دانشگاه ها و حالا مرکز خصوصی آموزشی مثلا آموزشگاه زبان، آموزشگاه های حالا فنی، هر آموزشگاهی که حالا یه سریاش مجوزه حالا ایران داشته باشه، مجوز قوانین رو داشته باشه. و خب یه سری از آموزش هم که مسلماً چون آموزش های روزه هنوز خب مجوزی یا برنامه‌ای براش نشده، اینا هم خب مجوزش رو خود متارن به شما میده تا بتونید کسب و کارتون رو را بندازید. و خب این که گفتن روش خرید زمین، خب ببینید وقتی وارد متاورس رنگ میشید مسلماً یک پرچمی رو میبینید، پرچمی به رنگ سبز. یعنی تو فاز اول اینجوریه. حالا اگر ویدیو در آینده این ویدیو رو ببینید یک سری ما سه رنگ پرچم داریم، رو نقشه سه رنگ پرچم دیده میشه. پرچم قرمز که نشانگر اینه که در کمترین حالت دو تا آبادی قبل این آزاد شده، یعنی یک آبادی قدیمیه، یعنی آزاد شده است، تقریبا زمینش به فروش رفته، اختصار در گردش داره. پرچم نارنجی آبادی یکی مونده به آخره و پرچم سبز آبادیه که تازه، یعنی به عنوان آخرین اولین آبادی میشه گفت. اولین آبادی البته نه، میشه گفت آخرین آبادی آزاد شده دیگه، آبادی که همین الان فکر کنید آزاد شده، پرچم سبز داره. و خب تو اون آبادی زمین ها همه توسط خود متارنگ بارگذاری شده، حالا هر تعداد باشه. ما تو فاز اول اولین آبادی که آزاد میکنیم قزوینه، هلوشه 1500 خورده زمین داخلشه. حالا یه سریاش اکثریتش به صورت مسکونیه، یه تعدادیش تجاریه و تعداد محدودی توش آموزشیه. و خب وقتی شما وارد نقشه متارنگ میشید میتونید رو پرچم سبز کلیک کنید و مشخصات اون آبادی که آزاد شده رو مشاهده بکنید. حالا اون آبادی نوشته شده که چه تعداد دقیقا زمین مسکونی داره، چه تعداد زمین مسکونیش به فروش رفته، چه تعداد زمین مسکونی آزاد داره، چه تعداد زمین تجاری آزاد داره و چه تعداد تجاری فروش رفته داره، چه تعداد زمین آموزشی به همین صورت و یک سری آمار دیگه که حالا تعداد تراکنش های کل اون آبادی چقدره، یعنی چقدر خرید و فروش داخل اون آبادی میشه. خب اینا خیلی ملاک های مهمیه برای کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه و به دنبال گردش مالیه. یه سری آمار دیگه هم داره که نشون میده داخل این آبادی چه تعداد بنا ساخته شده. خب مسلما شما یک زمین داشته باشید وقتی بخواید یه فروشگاهی یا آموزشگاهی و یه ملک مسکونی روش تأسیس بکنید، بسازید، این یک بنای سه‌بعدی میشه که اگر اون بنای سه‌بعدی رو شما تکمیل کنید
با کلیک بر روی اون بنا، حالا من متقاضی و یا خودتون، وقتی روش کلیک میکنید وارد یه بعد سه‌بعدی متاورسی میشه، یعنی دنیای موازی تازه از اونجا براتون باز میشه. تو داخل اونجا حالا یه فروشگاه شما دارید، مسلماً وقتی وارد اون مجموعه میشید حالا در فاز سوم با اوکولوس وارد میشید، یعنی اون هدستای سه‌بعدی وارد میشید، میتونید یه محیط سه‌بعدی رو ببینید، آواتارها داخلش هستن و حالا فروشنده‌ای داخلش هست، محصولاتی رو برای فروش گذاشتن و حالا خدمات دیگه‌ای که داخلش هست. این کلیت حالا اون زمین ها و اون مباحثه. و اگر بخواینم همون زمینی ها که حالا خود متاورس رنگ گذاشته، یعنی حالا مسکونی تجاری آموزشی، بخواین تهیه بکنید روی همون پولیگان، یعنی همون زمینی که داخل نقشه هست، حالا به رنگ قرمز، آبی و زرد، روی همون کلیک بکنید یه لایت پارچ، یه صفحه براتون باز میشه که اونجا مشخصات اون زمین بهتون گفته، گفته که به این مشخصات خیلی دقت کنید، گفته خب این زمین چه متراژ کفی داره، یعنی کف اون زمین چقدره، میگه مثلا 200 متر، چه تراکمی داره اون زمین، یعنی چند طبقه شما وقتی استارت میزنید میتونید روی این زمین بسازید. و حالا یه وقتی میشه شما مثلا با تراکم 3 تهیه میکنید و فردا حالا دو تا تراکم روش میسازید، ولی خب روش نوشته شده پیش ورزش چه تراکمی داره و قیمت زمینم بر اساس متراژ ضرب در تراکم و حالا اون واحد رنگی که هستش محاسبه میشه و شما میتونید تهیه کنید. خیلی پیچیده نیست. اگر بخواید از خود متارنگ زمین رو تهیه کنید با واحد رنگ تهیه میکنید و اگر زمینی رو ببینید که حالا یه کاربری تهیه کرده، یعنی خب قبل شما یه کاربر اون زمین رو خریداری کرده و شما میخواین از اون زمین از کاربر بخرید، کاربر به دو روش یا اون شهروند به دو روش میتونه اون زمین رو برای فروش بذاره که حالا شما میخواین ازش بخرید. یکی اینکه به واحد ریال بذاره، یعنی واحد ارز ملی کشور بارگذاری کنه و شما وقتی به ریال گذاشته چیپ پولتون رو به ریال باید شارژ کنید و ریال پرداخت کنید. همونطور اون کسی که زمین رو به شما فروخت میتونه اون ریال رو از حساب کاربرش خارج کنه و تو دنیای فیزیک استفاده بکنه. یکی از معاملات با ارز داخلی متاورس رنگه و اون ارز PSCه که میتونه اون کاربر با ارز PSC اون زمین رو PSC ارز داخلی متاورس رنگه، یک سری خدمات داخل متاورس رنگ با PSC ارائه میشه و همینطور معاملات داخلی اکثرا با PSC صورت میگیره، چه بسا که خب کمیسیون محدودتری برای معاملات داره. این تا اینجای کار. حالا اگر سوالی تو ذهن شما یه سوالی داره. تو ذهن من اومد که شما گفتید مثلا زمین رو یه کاربر خریده و میخواد برای فروش بذاره و باید با ریال مثلا معاوضه کنه این کار، ریال یا PSC. زمانی که ریال رو شما میفرمایید یعنی یک مبادله نقد، یه مبادله نقد در صورتی که پس از حالا فروش میتونه از کیف پولشون رو استخراج کنه و خود متارنگ با اون پول پرداخت میکنه بهش و به حسابش واریز میکنه. و مثلا زمانی که شما میگید با واحد پولی PSC کار میکنه، یعنی شارژ حساب داره؟ بله، ارز داخلی PSC. ببینید PSC وقتی شما معامله میکنید یک سری خروجی های دیگه داره، ریال یک سری خروجی های دیگه داره. ریال خروجیش به اینه که شما میتونید اون ارز رو از متارنگ خارج بکنید. PSC خب یک سری خروجی های دیگه داره داخلیش، حالا در آینده مشاهده میکنید که حالا سود بانکی، سود داخلی متاورس رنگ و به عنوان یک سهام یا سرمایه شناخته میشه که خب مسلماً از زمین هایی که بر پایه PSC گذاشته میشه یک مقدار ممکنه ارزون تر باشه و خب خدمات متاورس رنگ کلن برپای PSC پیش میره. ارز ریال مبادله ای که شما بخواید خارج بکنید ارز رو، بیشتر با این هدف گذاشته شده. حالا متاورس های دیگه یک سری اکثرن که حالا با ارز دیجیتال، یعنی خب ارز دیجیتال سقوط میکنه، زمین سقوط میکنه، کسی که با ارز دیجیتال معامله کرده آسیب میبینه، یعنی چیز مشخصی. و حالا یک سری هم که اصلا با ارز ریال کار نمیکنن، با ارز دلار کار میکنن. خب مسلما باز هم این ارز خارجیه و ما تحریمی ما نمیتونیم مباحثی بشه. ولی خب این ارز کاملا بومیه و خب خروجی خیلی خوبی داره برای حالا توسعه اقتصاد کشورم. گردش مالی با ارز ریال خب خروجی خیلی خوبی داره. بله، داخل خود اقتصاد کشور بله تاثیر مثبتی داره. خب این سوال
تا اینجا مباحث خرید یک زمین حالا از یه شهروند دیگه و یا از خود متارنگ مطرح کردیم. اگر بازم سوالی، انتقادی، پیشنهادی در این مورد دارید میتونید وارد انجمن هیمین بشید یا انجمن متاورس یا همین موضوع رو در گوگل جستجو بکنید، خرید زمین در متاورس رنگ، که وارد این سوال میشید. ما ویدیو، همین ویدیو رو زیر سوال قرار دادیم و حالا سوالات دیگه که حالا 600 تا سواله، ویدیو رو ما زیرش قرار میدیم. همین محتوایی که صحبت کردیم و دقیق زیرش نوشتیم، همونجا میتونید انتقاد، پیشنهاد و یا هر نظری که دارید مطرح کنید. خیلی خوشحال میشیم انتقاد و پیشنهاد داشته باشیم، چرا که کمک میکنه به توسعه و بهبود عملکرد اولین متاورس بومی کشور. بله، خیلی ممنون که دوستان همراه ما بودید و منتظر بخش‌های بعدی پاسخ‌های به سوالات متارنگ باشید. و آقای قدیری، در بخش‌های بعد به سوالاتی مثل فروش زمین در متارنگ به چه صورتیه، حالت مبادله، معامله کردن، اصلا کلاً پرسیدن از ما، اینا ما بهش میپردازیم و آماده میکنیم و شما بارگذاری میکنیم. بریم، بسیار عالی، پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.